محصلان پوهنتون طبی کالیفرنیا برای کسب تجربه در زندگی به افراد فقیر و بی سرپناه در جاده های لس آنجلس کمک می کنند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که این محصلان ضمن کمک طبی به نیازمندان از این طریق در مورد شغل تازه ایشان نیز تجربه حاصل می کنند. قدم نخست این مسئولین با اعمار یک کلینیک در کنار جاده هالیوود تشخیص مریضان است. این کلینیک توسط محصلین پوانتون کالیفرنیا اداره می شود که اداره کلینیک های مشابه را در دیگر مناطق و در شبهای دیگر نیز بر عهده دارند. این محصلین برای افراد نیازمند دوا، عینک مطالعه و جراب توزیع می کنند. مؤسسه خیریه دیگر برای مریضان مواد غذایی مغذی آماده نمود. به همین ترتیب محصلین حقوق و اجتماعیات می خواهند برای افراد واجد شرایط و بی سرپناه از سوی سازمان های خصوصی کمک های درازمدت را راه اندازی کنند. دکتر والتر کوپرنت می گوید این کلینیک سیار 12 سال قبل به کمک محصلین طب را اندازی شد که وی نیز یکی از آنها بود. وی می گوید برای این نفوس این مراقبت بسیار مهم است. ممکن با پوشیدن جراب‌های پاک عفونت‌های کوچک در پاها تداعی شود، اما اگر شما زمان قادر نباشد که پاهایتان را شستشو کنید و یا جراب‌هایتان را عوض کنید، این حالت می‌تواند به عفونت‌های تهدید کننده تمام بدن منجر شود. چارلز براونریچ هفته یک بار اینجا می‌آید، نه تنها برای تداعی بلکه برای داشتن یک همصحبت نیست. من فضا، مواد غذایی و خدمات بسیار خوبی اینجا را خوش دارم. آنها کسانی را که تازه می آیند به صورت خوب آموزش می دهند و این یک فضای بسیار خوب برای سرگرمی جوانان است. استیونی بسیرا معسل تپ می گوید اینجا از کسان مراقبت صورت می گیرد که در جاهای دیگر کمک به دسترسشان قرار ندارد. برای آنها این یگانه محل مراقبت در سیستم تبابت است، جایی که آنها می توانند نسخه دوای خود را دریافت دارند. اکثر افرادی که به امراض فشار بلند و شکر خون دچار هستند، آنها انتخاب دیگر به جز اینجا را ندارند، زیرا به جز اینجا در جای دیگر هزینه دوای خود را پرداخت نمی توانند. کوین نوریس استاجر فاکولته تپ می گوید که این کلینیک های سیار هم برای مریضان و هم برای محصلین بسیار مؤثر است. شما واقعا آنها را من حیث افرادی که مستحق احترام هستند تلقی میکنید. مردم بیخانه در لس آنجلس زیاد است که با آنها توسط بخش بزرگ از جمعیت بی‌اعتنایی صورت میگیرد. نوریس میگوید که آنها حداقل هفته یک مرتبه توجه و مراقبت را که شایسته آن هستند دریافت میدارند. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.